با نام و یاد خداوند متعال، بینندگان عزیز سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه خبرگستر این هفته از شبکه تلویزیونی استقلال. جنرال عبدالرازق فرمانده نامآور پلیس ولایت کندهار کشته شد. وزارت داخله افغانستان میگوید که جنرال رازق از سوی گلبدین، یکی از محافظان زلمه ویسا، والی کندهار کشته شده است. در این حمله رئیس امنیت کندهار هم جان باخته و فرمانده ارتش جنوب نیز زخمی شدند. مقامات امنیتی میگویند که این حادثه هنگامی به وقوع پیوسته که مسئولان محلی قندهار همراه با فرمانده کل نیروهای خارجی از یک جلسه امنیتی بیرون شده بودند. جلسه در پیوند به تدابیر امنیتی روز انتخابات برگزار شده بود. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفتند که هدف آنان از میان برداشتن جنرال رازق و جنرال میلر فرمانده کل ناتو بوده است. ترور جنرال رازق در مکانی به شدت محافظت شده پرسش برانگیز خوانده شده است، به ویژه این که در این حمله هیچ آسیبی به فرمانده نیروهای آمریکایی و سربازان ناتو وارد نشده است. همچنان والی کندهار نیز زنده مانده است. این موضوع را بیشتر به بحث می‌گیریم با مهمانان امروزی برنامه ایمان، محمد داوود افشار و احمد کریم حقیار، کارشناسان مسائل سیاسی. خوش آمدید به برنامه مهمانان گرامی. ممنون. آقای حقیار، از شما شروع می‌کنیم. علت اصلی قتل جنرال رازق را چه می‌دانید؟ سلام به شما و مهمان بسیار عزیز. ضمن ابراز تأثر و تأسف بر شهادت جوانمرد افغانستان، متاسفانه هنوز آنچه ما میخواییم در روشنی قرار نداریم که بدانیم واقعیت های عینی که در جلسه گذشته و آنچه که بعد از جلسه گذشته چی هست، ولی تحلیل هایی که وجود داره و اخباری که وجود داره، همون بحث ترور جنرال رازق توسط یکی از گاردهای والی هست و اما ریشی از این در کجا وجود داره؟ جنرال شهید یکی از چهره های بسیار محبوب، چهره های دوست داشتنی و چهره های بسیار بارزی بود در حکومت آقای کرزی و حکومت آقای غنی، یکی از چهره های ضد پاکستانی و چهره های ضد طالب بود و در موارد بسیار زیاد به اساس خواسته های مردم، به اساس نیاز های آن زمان، اعمال و حرکت های حتی فراقانونی علیه پاکستان و علیه طالبان داشت که این چهره از او تبدیل کرده بود به یک چهره مردمی و یک چهره دوست داشتنی. اگر بیایم تمام ریشه های شخصیت های بارز و شخصیت های مبارز که در چند سال ما از دست دادیم حساب بکنیم، همگی برمیگرده به اداره های استخباراتی و متاسفانه برمیگرده به زمان هایی که ما برای شروع یک فصل جدید حرکت میکردیم و خواسته های معقولی داشتیم و همگی برمیگردن به این که متاسفانه آنهایی که با لباس دوست و با عنوان دوست بر ما نزدیک هستند در اونها یا در اون قتل ها سهیم بودن. وقتی تحلیل ها رو میبینیم نتیجهش همین میشه که مطمئنن خواسته یا برنامه بود از استخبارات پاکستان، چون جنرال رازق بسیار چهره ضد پاکستانی داشتن و در کنار از اینکه بسیار محافظت شده بود، حرکات بسیار زیادی علیه از صورت گرفته بود، حالا در یک برنامه بسیار منظم و در یک برنامه بسیار معین متاسفانه که ترور میشه. ممکن هست رابطه بسیار نزدیکی داشته باشه با بحث‌ها و گفتمان‌هایی که حالا آقای خلیلزاد شروع کرده در افغانستان، ممکنه باج‌هایی باشه که حکومت افغانستان برای پاکستان میده و خاطر که یکی از جمله دلایل بسیار نزدیکی و واکنش خود طالبا بود و طالبا در ابتدا بسیار صریح واکنش دادن، نشان دادن که بله هدف ما جنرال رازق بود و واقعیت هم همین بوده. اگر کس دیگه یا افراد و اشخاص دیگه میبود خب بسیار راحت میتونست شخصی که اگر همون ترور کرده باشه میتونست که حالا جنرال یا جنرال های آمریکایی رو هم آماج قرار بده که حالا نداده و این مسلماً برمیگرده به برنامه هایی که
از قبل تنظیم و تدوین شده. آقای افشار، صحبت میشه از اینکه پاکستان دست داشته و به نحوی بازهای افغانستان بوده و پاکستان، طوری که استاد مطرح کردن. میخوایم از شما بپرسیم که 10 بار، تقریبا 10 بار حمله شده به جان جنرال عبدالرازق و در مرحله آخر به شهادت رسیدن. چرا باید به روی یک جنرال افغانستانی 10 بار حمله بشه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و جناب حقیار صاحب و همچنین بینندگان ارزشمند تلویزیون استقلال. عرض تسلیت هم دارم نسبت از دست دادن جنرال پرافتخار افغانستان جنرال رازق. و اما در راستای جواب سوال شما عرض کنم که مرگ یا شهادت جنرال رازق یکی از پیچیده ترین ترورهایی است که در افغانستان در چند دهه گذشته صورت گرفته. افغانستان در چند دهه گذشته کشوری بوده مملو از خشونت و جنگ و ترور، و ترور یک چیز امر عادی بدل شده، به یک پدیده عادی و معمول در افغانستان بدل شده. اما با همه ای احوال ترور جنرال رازق از جنس دیگری است. ببینین، ما در طول همی بعد از سقوط طالبان کمتر شخصیتی را در افغانستان داریم از رجال برجسته که به وسیله بادیگاردهای خودشون کشته شده باشند. معمولا بله، طالبان نفوذ کردن به شکل طالب، به شکل گروه های هراس افکن، چهرهای زیادی را به شهادت رساندن، از جمله نمونش مثلا شهید ربانی. اما کسی که بالاخره گارد امنیتی والی هست یا قمندان امنیه یک ولایت هست، اینا از لایه های بسیار زیاد امنیتی و استخباراتی تیر میشن و به این راحتی امکان نداره که به افراد به آسانی اعتماد بشه و اونا در حلقه اول امنیتی شخصیت های برجسته داخل بشن. به همین دلیل هست که ما این مدل پدیده را کمتر شاهد بودیم و شاید هم شاهد نبوده باشیم که در یک حلقه اول امنیتی مثل والی یا قمندان امنیه افرادی در این حد نفوذ کرده باشن و اینا را در یک جلسه فوق العاده امنیتی که وقتی یک جنرال خارجی هم شرکت میکنه، ما با لایه های حفاظتی که معمولا گرفته میشه برای این طور جلسات آشنایی کامل داریم و مردم ما هم آشنایی دارن که سخت است که ما بپذیریم که به این راحتی یک گارد امنیتی خود این تشکیلات اینطور یک حادثه را خلق کرده باشند و یا طالبات تونسته باشند که به این اندازه نفوذ کرده باشند. به همین جهت من شخصا خیلی نمیتونم زود قضاوت کنم و همین یک نظریه که مطرح میشه در رسانه ها من همیره بپذیرم. من قائل به این هستم که مقداری باید تأمل کنیم، مقداری باید فرصت بدیم به خود خود و ای که ارگان‌های امنیتی داخلی و خارجی و زمان و رسانه‌های ما فرصت پیدا کنند برای موشکافی بیشتر تا ما به یک سرنخ‌های واقعی از قضیه دست پیدا کنیم. آقای حقیار، شما صحبت کردین از پاکستان و دست داشتن احتمالی پاکستان به قتل، به ترور جنرال رازق. به نظر شما با این وصف اگر پاکستان می‌خواست که جنرال رازق به این حالت به شهادت برسانه و ترور بکنه، قبل از این فرصت برایش مهیا نبود؟ چرا، من فکر میکنم که او توانمندیر استخبارات پاکستان داشت و در حال حاضر هم داره که در هر جای، در هر حلقه یا حفاظه امنیتی اگر خواسته باشه نفوذ بکنه، نفوذ میکنه و او را انجام میده. ولی خب بس ای هست که ما در کدام فصل قرار داریم در افغانستان و در افغانستان چی حرف و حدیث های بظاهر وجود داره و چی حرف و حدیث های پشت پرده وجود داره. یک سلسله تنش های بین اسلام آباد و واشنگتن پیدا شد بعد از حکومت ترامپ، و بسیار صریح حکومت ترامپ مبنی بر عملکرد پاکستان در بحث تروریسم در افغانستان انتقاد کرد و حالا تقریبا یک دوران جنگ سرد داشتن با آن که از طرف پاکستان آنچنانی برخورد نمی شد و در همه جای بحث از عمل کرد یا مبارزه با تروریسم می شد.
حکومت پاکستان، حکومت آمریکا بدون حضور پاکستان نمیتونه به خواسته های خود در افغانستان دسترسی پیدا بکنه و این باید بپذیریم که برای واشنگتن اسلام آباد بسیار مهمتر از کابل هست. این یک واقعیتی است که در سالهایی که حالا حکومت واشنگتن یا آمریکا در افغانستان به نحوی از آنها دسترسی داره یا در تصرف داره یا در کنترل و مدیریت داره، این خیلی واضح هست که نیازی به بحث نیست. آقای حقیار، چرا باید پاکستان جنرال رازق از صدر راه خود برداره در حالی که چندین جنرال دیگه ما داریم در صفوف دولت، در صفوف نظام افغانستان که دیدگاه ضد پاکستانی دارن، اما اینها چندین مرتبه حمله کردن به جان جنرال رازق؟ تفکیکی که بین جنرال رازق قائل شدن و دیگر جنرالان چیست؟ اولا جنرال رازق در یک ساحه کلیدی مرزی با پاکستان قرار داره و ممکن هست که پاکستان نتانه به او خواسته ها یا او دیدگاه هایی که داره دسترسی بتانه پیدا کرده در او نزدیکی ها. و خود جنرال رازق یکی از چهره های خشن ضد طالبانی بودک و به هیچ عنوان اجازه نمیداد که در هیچ جای طالبان بتانن فعالیت بکنن. حالا بحث های فراتر از این مباحث هم وجود داره، بحث حضور یا آمدن داعش در ساحات مختلف، چنانچه شما عمل که یا شما عکس العمل های وزیر خارجه روسیه را دیدیم که بسیار صریح وقت جنگ سوریه یا پایان حکومت داعش در سوریه اعلان کرد که به هیچ عنوان ما اجازه نمیدیم اینا وارد خاک افغانستان بشن. و بعد خود رفت آمد ها یا صحبت هایی که خود آقای خلیلزاد داشت و جا به جایی از این نیروها در دنیا که اینا رو در کجا میخواین جای بدن، در کجا اجازه بدن، این بحث ها هم هست. و خب مطمئنا نکته اساسی که من فکر میکنم که پاکستان به دنبال ترور خود جنرال رازق بود که خواسته های از اون نمیتونست با حضور جنرال رازق در او ساحه برآورده بشه و مطمئنا یک برج فولادینی، یک دژ فولادینی در مقابل پاکستان قرار داشت. آقای افشار، بعضی از کارشناسان مقوله صلح دلیل کشته شدن و به شهادت رسیدن جنرال رازق میدونن، طوری که آمریکا خواستار از این هست که خودش صلح بکنه با آمریکا با طالبان و در حال پیشروی هست در برای برآورده کردن این مرام خودشان و این هدفشان، و اما جنرال رازق خواستار صلح بین افغانی بود و میخواست که بین افغان ها صلح بشه، و طوری که در صفحات مجازی پخش شد یک مشاجره لفظی هم بین جنرال رازق و فرمانده میلر صحبت شده بوده و صورت گرفته بوده. به نظر شما چقدر میتونیم مقوله صلح در اینجا مورد علت اصلی بدانیم که به خاطر این دلیل کشته شده؟ مذاکرات صلح با طالبا فعلا یکی از مبهمترین موضوعاتی است که مردم ما با او مواجه هستند. بعد از اینکه طالبا هم پیش شرط کردند که در صورتی وارد مذاکره صلح با آمریکا با دولت میشن یا وارد مذاکره صلح میشن که طرف اصلی از اونها خود آمریکایی‌ها باشن، آمریکایی‌ها هم ظاهرا که بعد از تعیین آقای خلیلزاد به ایده را پذیرفتن و مایان که به شکل مستقیم با طالبا وارد گفتگو بشن. او چیزی که برای مردم ما ابهام داره اینه که دقیقا در این مذاکرات چی چیزی میگذره. درسته که قراره که ما معامله بشیم، یعنی مردم افغانستان، سرنوشت افغانستان در این مذاکرات تعیین بشه، ولی مردم عامی ما هیچی که حتی ظاهرن که دولت مردای ما هم دقیقا نمیدانن که در این مذاکرات چی چیزی قراره ما برای رسیدن به صلح معاوضه بکنیم. اون چیزی که برای ما مسجل هست و شناختی که از طالبا داریم، طالبا قطعاً چیزای انسانی رو طلب نمی‌کنن. حالا اونا قطعاً برای رسیدن به یک صلح یک سری خواسته‌هایی رو مطرح می‌کنن که منافات داره با ارزش‌های دموکراسی، منافات داره با مصالح ملی، چون شناختی که ما از طالبان داریم، طالبان یک گروه خشونت پرور و در راستای خلاف منافع ملی تا حالا حرکت کردن و قطعا در مذاکرات هم چیزی فراتر از این مسائل را مطرح نمی کنن. ای که طرف مذاکره از اونا که اگر امروز آمریکایی‌ها تعیین میشن در این مذاکرات به چه بخش از خواسته های نامشروع از اونا
تن داده میشه و چی وعده هایی از اونها را قول داده میشه که عملی بشه برای رسیدن به صلح، یکی از مبهمترین موضوعاتی است که مردم ما خواهان از این هستند که روشن بشه. به هر حال اگر قرار هست صلحی در افغانستان بیایه به چه قیمتی؟ آیا حذف شدن یک سری چهره های ملی مثل جنرال رازق میتونه در دخیل باشه، میتونه از شروط این مذاکرات باشه؟ ما دقیقا از این خبر نداریم، ولی هر موضوعی و هر احتمالی از این در این قالب میتونه مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار بگیره. آقای حقیار، شما در رابطه با صلح میخوایم صحبت بکنیم، آیا با دلیل کشته شدن جنرال رازق خواستن ای بود، خواستارش ای بود که صلح بین افغانی باشه و بر ضد آمریکا بود دیدگاهش، آیا میتونه دلیل مرگش باشه؟ من فکر میکنم که دلیل مرگ جنرال رازق فراتر از او بحث بوده، برای از اینکه اگر آمریکایی ها میخواستن که جنگ صلح بدون حضور افغان ها رو به وجود بیارن، خب حالا مثل جنرال رازق ممکنه شخصیت های دیگه هم باشه که برای از اونها مهم نباشه. ولی اگر قرار باشه که در این صلح مناطق رو واگذار بکنن یا طالبا پیش شرطی داشته باشن که بعضی مناطق واگذار باشه، به خاطر اینکه چندین بار تا به حال در مذاکرات صلح و بحث‌های صلح حالا درس کرده یا بیرون شده که ساحات معین و مشخص طالبا میخوان که در اونجا باشن و نمیخوان مثل آقای حکمتیار وری بیان به کابل بیان و خواستای خود در اونجا مطرح بکنن، بلکه ساحات مستقل میخوان که در اون ساحات خود از اونا باشن، حکومت خودشان باشه و عمل کرده خود از اونا باشه و سایر برنامه ها بعد از او پیش بره یا حرکت بکنه. اگر در توافقات صلح که انجام شده بحث واگذاری ولایت قندهار یا ممکنه ولایت دیگه برای طالبا باشه یا ولایت همجوار باشه که مطمئنا جنرال رازق باز مقاومت میکرد و باز جنرال رازق یکی از شخصیت ها یکی از جنرال هایی بود که علیه طالبا قرار داشت، اگر او بس یا او توافقات باشه که مطمئنن بله نقش داشته و شهادت از او مرتبط هست با بحث صلح در افغانستان. آقای افشار، شما صحبت کردین از مقوله صلح و مبهم بودن این موضوع در افغانستان که چگونه در حال ایجاد یک صلح هستیم در افغانستان. با این وصف جنرال رازق جنرالی که محبوبیتش از قوم خودش هم بیرون میشه و به یک شخصیت ملی تبدیل میشه، تمام مردم افغانستان جنرال رازق رو دوست داشتن و مبرهن کننده این ادعا صفحات مجازی و دنیای مجازی بود که تمامی ملت افغانستان غمگین بودن برای از دست دادن جنرال رازق. با این وصف طالبان ادعا میکنن که ما انجام دادیم این عمل رو. فکر نمیکنن که دید طالبان ستیزی در بین جامعه بیشتر میشه و این باعث از این میشه که به نحوی مردم از صلح با طالبان دست بکشن؟ من خوب است که در این قسمت من یک توضیح بدم که چرا جنرال رازق جنرال رازق شد. در تایید حرف شما، وقتی که جنرال رازق به شهادت میرسه موجی از غم سراسر ولایات افغانستان و اقوام افغانستان را در بر میگیره. به طور بی سابقه ای بعد از اینکه مدت ها متاسفانه سیاستمدارای ما از هر قومی بر تشتت و پراکندگی و تفرقه بین افغان ها در طول این حداقل 10 سال گذشته به شدت کار کردند و از ملت شدن و همگرایی روز به روز ما فاصله گرفتیم، یک دفعه یک پدیده سر میزنه و نماد ملی میشه و تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره، همه اقوام سنی، شیعه به یک اندازه احساس غمشریکی میکنن. چی ویژگی در جنرال رازق بود که یک پدیده خاص را در وجود آورد در هفته گذشته در سرتاسر افغانستان؟ من فکر میکنم که جنرال رازق بیشتر از این که به قوم بیندیشه یک چهره بود که به انسانیت نگاه میکرده حتما، و الا به این راحتی یک کسی چهره ملی نمیشه. و نکته بارز دیگه جنرال رازق که هر افغان با او حس همزاد پنداری داشته، بیگانه ستیزی از او بوده. بیگانه ستیزی از او محدود به نظر من محدود به پاکستان هم تنها
نمیشد. او با هر پدیده و به هر کشور دور و نزدیک دیگه که ولو به نام دوست در افغانستان حضور داره ولی منافع ملی ما را زیر پا قرار داده و در صدد امنیت واقعی ما نیست، جنرال رازق با اونا چهره متخاصم جلوه میکرده و یک دشمن آشکار بوده برای از اینا. لحاظا همه ملت افغانستان ناخودآگاه در شب اولی که جنرال رازق خبر شهادت از او پخش میشه حس غمشریکی دست میدن و ماتم زده میشن. آیا به نظر شما همین حس غمشریکی باعث از این نمیشه که از صلح ستیز شوند با طالبان؟ دقیقاً به خود وقتی که طالب میایه یک چهره ملی در این سطر ادعای ترور زور به عهده میگیرن، دقیقاً نتیجه معکوس میده و من فکر میکنم که طالبا منفور جامعه ما بودن، منفور اقوام و باشندگان افغانستان بودن و از این بعد منفورتر از گذشته جلوه خواد کرد. آقای حقیار، با این نفرتی که در دل مردم ایجاد شده و ملت دیگه به نحوی نمیخوان که با طالبان روبرو بشن و صلح بکنن، آیا باز هم مذاکرات صلح امیدوار کننده هست؟ من فکر میکنم بحثی که قبلا من فکر میکنم بود، بحث صلح افغانستان متعلق به ملت افغانستان نیست و متعلق به مردم یا حکومت افغانستان نیست، بلکه بحث جای دیگر است. اگر بحث طالب ستیزی خواسته باشه رد بکنه بحث صلح، خب ما مطمئنا داریم، یعنی که رگ رگ مردم افغانستان متنفر هست از حضور طالب، از موجودیت طالب و از حرف طالب و از اصطلاح طالب. روزانه ده ها و در موارد صد ها شهید ما داریم که نتیجه عملکرد طالب هست، حالا چی در اردو، چی در پلیس، چی در انتحار و انفجار و مین کنار جاده و موارد مختلف دیگه که وجود داره. بحث طالب ستیزی خب هست و این بحث نمیتونه کاری بکنه، چنانچه ما در بحث حضور یا آمدن آقای حکمتیار داشتیم، ابتدا فکر میکردیم که حکمتیار نتونه به کابل بیایه، برای از اینکه حالا در تعریف ها یا در توصیف ها قاتل هزاران و ده ها هزار انسان هست و بسیار صریح و رک و مواردی که انفجارات و انتحارات این صورت گرفته، خود حزب اسلامی مسئولیت رو به عهده گرفته. حالا این در زمان حکومت آقای کرزی و قبل از اون هم خب بگذاریم که چی تاریخی ما داشتیم، ولی خب آمد در افغانستان و حضور پیدا کرد و خب ممکنه یکی دو جای سر و صدا ایجاد شد و حالا تظاهرات شد و نمیفهم رسانه ها چیزی گفتن، ولی خب خاموش شد. در از این که متاسفانه توانمندی افغانستان، توانمندی افغان ها برای حالا مقابله با چنین دشمنان بسیار ضعیف شده، یعنی که ما در شرایط و در وضعیت بسیار بدی قرار داریم. مثل از این که یک کسی گلوین ما افغان ها رو گرفته باشه و هر چند دقیقه یک بار اجازه بده که نفس بکشیم و همون نفس هر میتونیم کشیده. ما وضعیت اقتصادی ما از یک طرف، مشکلات اقتصادی از یک طرف، بعض های سیستم های فساد اداری، مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر، کشت مواد مخدر و هزاران و ده ها مورد دیگه، انقدر مردم افغانستان را تحت فشار قرار داده که اگر واقعا طالبا بیان در حال حاضر ممکن هست به اساس مجبوریت هایی که وجود داره مردم افغانستان به ظاهر بتونن ببخشن، ولی عمق وجود از اونا و عمق دل از اونا متنفر هست و این تنفر ممکن است نهایت مثل برخوردی که با آقای حکمتیار شد به همچین برخورد منجر بشه و منتهی بشه، ولی خب اونا در صحنه حضور داشته باشن و ما امیدوار هستیم که حالا وقتی طالبا حالا با اشکال مختلف با مثلا گرفتن خونها و جانهای مثل جنرال رازق به افغانستان یا به صلح افغانستان میان نزدیک میشن، ما در یک گرداب یا در یک منجلابدگی فرو نریم. این بس بسیار مهم هست که ما بتانیم از او بیرون بشیم که او بسیار جای بحث و تحلیل داره، چون ما میبینیم وقتی در کل دنیا یک برنامه در شروع به ختم شدن هست، یک جای دیگه از افغانستان شروع میشه و این بسیار مشکل هست برای افغانستان، چون ما در حال حاضر هیچ کنترل و صلاحیتی بر تصمیم گیری های زندگی خود نداره. به نظر شما آقای حقیار، با ترور شدن دو تن از چهره های برتر قوم پشتون در دو روز پی در پی،
فکر نمی‌کنیم که قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهای زنجیره‌ای سران قوم پشتون آغاز شده؟ ببینیم، شما برمیگردیم به همون بحث قبلی، اگر قرار باشه در توافقاتی که صورت میگیره یا صورت گرفته که ساحات مشخص مثل قندهار و هلمند و اروزگان و این ساحات برای طالبا واگذار بکنن که طالبا به عنوان حالا مراکز صلح یا به عنوان شهرهای صلح یا ولایت صلح به اون جگاه حضور پیدا بکنن، خب بله زنجیره ای هست و ممکن هست شخصیت های دیگه هم وجود داشته باشه. ممکن هست که حالا یک بحثی که در افغانستان وجود داره، وقتی تنش ها فروکش میکنه و در یک زمانی که همگی چیشون به راه یک عملکرد دیگه هستن، همچین ترورهای صورت میگیره و خب خیلی زود فراموش میشه. شما ممکنه در هفته های آینده ببینیم بعد تنش انتخابات و کشمکش های انتخاباتی دیگه آنقدر داغ بشه که دیگه حالا جنرال رازق دیگه فراموش، حالا حداقل مقطعی بشه برای مردم، یعنی که او درگیری ها آنقدر زیاد میشه که اینجا ممکنه که دیگه کسایی هم باشن. برای از اینکه دو شخصیت بسیار متبارز و دو شخصیت بسیار کلان از دو قوم بسیار متبارز پشتون در قندهار و هلمند و دو شخصیت کلیدی که بسیار تاثیرگذار بودن، خیلی خیلی زود و خیلی راحت ترور میشن. و چیزی که پیشتر افشار سب اشاره کردن، بسیار ساده نیست گارد والی شدن، از فیلترهای بسیار قوی میگذره. برای از اینکه در اداراتی که اونا کار میکنن، افراد کلیدی حتی در به شمول وزرا میان، مثلا ممکنه وزیر دفاع آمریکا یک زمان بیای به دفتر والی بیای و او آدم گاردی که مسلح در اونجا استاد هست آنقدر باید فیلتر شده باشه که دیگه آدم با اطمینان کامل بیای به اونجا. آقای حقیار، شما صحبت میکنین در رابطه با معامله ها، این معامله ها بین کی است؟ بین آمریکا با طالبان یا نه واجدهی افغانستان به طالبان؟ من فکر میکنم بحث حکومت افغانستان و بحث طالبان اصلا مطرح نیست. برای از اینکه حکومت افغانستان هم طوری که شما میبینید ممکنه رئیس جمهور ما از حرف هایی که در مورد افغانستان در دوحه بین خلیلزاد و مثلا طالبان گذاشته هیچ اطلاعی نداشته باشه. و عین شکل هم ممکن هست که حالا خیلی افراد کلیدی در بین طالبان ممکنه که آگاه نباشن که چی خواسته های طالبان در اونجا مطرح کردن. بحث اساسی یا محور اصلی مذاکرات یا مباحث پاکستان و آمریکا هست. تا زمانی که خواسته های پاکستان در قبال افغانستان برآورده نشه، متاسفانه ما نمیتونیم به صلح دسترسی پیدا بکنیم و این ممکنه در خیلی از موارد ممکن است که آمریکایی ها هم نخواسته باشن چنین، ولی چون حضور پاکستان و نشان دادن پاکستان، شما میبینیم که خیلی خیلی راحت پاکستانیان نشان میدن که ما نفوذ داریم. شما اتفاقاتی که در ایران میفته که ممکنه خیلی نقش داشته باشه بر روابطی که آمریکا پس نزدیک میکنه با پاکستان، این ممکن نقش داشته باشه. یعنی ما مثلا به ایسا هم میتونیم عملیات انجام بدیم، یعنی به ایسا هم میتونیم عملیات انجام بدیم و اینا همه گی مانور هست و بعد آمریکا مجبور میشه که بیای باج بده برای پاکستان. آقای افشار، به نظر شما چقدر ارتباط داره ترور جنرال رازق به انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان؟ بی ارتباط نمیتونه باشه. به هر حال مسائل وقتی که اتفاق بزرگی مثل قتل جنرال رازق اتفاق میفته، ممکنه که یک عامل به تنهایی مسبب همتی یک فاجعه ای نباشه، ممکنه که چند عامل دست به دست هم میده تا همتی یک فاجعه بزرگی خلق میشه. به هر صورت ما و شما در جریان هستیم که دولت مرکزی ظاهرا یک بار جنرال رازق خواسته بود که از سمتش کناره گیری کنه و جنرال رازق به این خواسته تن نداده بود. به هر حال این که تنش‌های درون حکومتی تا چه اندازه پیش رفته بود و تا چقدر ممکن باشه که سبب حلقاتی در صدد حذف فیزیکی جنرال رازق برآمده باشن هم نمیتونیم به راحتی از او صرف نظر کنیم. خب و ضمنی که البته نمیشه که به صراحت او را تایید کرد، چون به هر حال ما اطلاعات استخباراتی و اطلاعات کافی در این زمینه نداریم و صرف در حد تحلیل و در حد یک گمان ذهنی میشه مطرح کرد. ولی من فکر میکنم که عوامل گسترده دست به دست هم داد، هم خارجی هم داخلی، تا زمینه خلق هم تو یک ترور فاجعه باری رو
رقم زده باشه. اگر ما بیایم و صحبت بکنیم در رابطه با این که ارگ چندی پیش جنرال رازق برکنار کرده بود و جنرال رازق توسط نیروی مردمی که داشته و خواسته ای که مردم داشتن از دولت مجدداً به قدرت خود باقی ماند و به خواسته ارگ دست رد زد و قبول نکرد، به نظر شما با این وصف، با اینکه این عامل پیش میاد، آیا حکومت افغانستان هم میتونه دست داشته باشه در ترور جنرال؟ این حرف بسیار سنگینی هست دیگه. به هر حال رد تایید کردن این حرف میتونه بسیار عواقب بعدی برای مردم ما داشته باشه، اگر خواسته باشیم هم تو یک ذهنیتی در جامعه القا کنیم. من آرزو میبرم که هم تو یک اتفاقی نیفتاده باشه، به دلیل از این که به هر حال وقتی که اگر این احتمال در ذهن مردم افغانستان خدای نخواسته شکل بگیره که حلقاتی در دولت کسانی رو در خود دولت در صدد حزب فیزیکی از اونا بر بیاین، به هر حال به قول عامیانه سنگ روی سنگ بند نمیشه. ولی من به عنوان یک شهروند گله‌ای که از دولت مرکزی دارم این است که چرا وقتی که همچون یک شخصیتی به شهادت میرسه و ترور میشه، همچون یک شخصیتی ملی، چرا برای همگرایی و ملت شدن از این استفاده نمیکنه از این سوژه؟ چرا به عنوان با یک تشییع جنازه نسبتاً معمولی فوراً او به خاک سپرده میشه؟ هیچ گونه برنامه هایی در سطح ولایت روی دست گرفته نمیشه تا از این احساسات غمشریکی عمومی که در کشور به وجود آمده به عنوان یک جریانی در صدد هویت سازی و یک پارچگی ملی استفاده نمیشه. میتونه دولت اگر برنامه داشته باشه و با هدف پیش بره، اینمطور وقایع را بالاخره همین چالش ها را به یک فرصت به سوی همگرایی بیشتر استفاده کنه، که متاسفانه ما ای خلای برنامه رو نداریم و ای بیشتر از پیش گمانزنی های سور نسبت به دولت هم افزایش میده. آقای حقیار، بعد از ترور جنرال رازق، ارگ و سپیدار باز هم یک هیئتی رو تشکیل دادن به خاطر اینکه بررسی بکنه این موضوع رو. هیئت های از این قبیل تا حال هیچ دستاوردی نداشته در تمامی حوادث، حتی در هرات خودمون هم چندین هیئت فرستاده شده اما دستاوردی نداشته. با این وصف آیا میتونه این هیئت دستاورد داشته باشه از واکاوی و پژوهش همه جانبه ترور جنرال رازق؟ به هیچ عنوان. این فقط یک روکشی هست که نشان بدن این ما هم یک حرکت را انجام دادیم و آمدیم و این هیئت آماد به ریاست استانگزه یا احمد یا محمود آمد که این موضوع دقیق بررسی بکنه. حیاتی که میای خب هیچ تیم کریمینال تکنیکی نداره که بیای اونجا تحلیل بکنه که چگونه اتفاق افتاد. حیاتی که میای هیچ روانشناس یا جامعه شناسی نداره که بیای از اونجا بپرسه از کسی که متهم هست که عمل را انجام داده بک‌گراند یا سوابق از اون بیان چک بکنن که چگونه بوده و چگونه نبوده. یک حیات تشریفاتی میای و چند تا گزارش میگیره و چند نفر را میخواد و چند نفر را صحبت میکنه و در نهایت یک گزارش رو تهیه میکنه و میای میده برای رئیس جمهور که بدون هیئت هم همون کار میشه. یعنی آقای حقیار، هیئت ها رو شما میگین که کار نمیتونن از پیش ببرن و دستاوردی ندارن. مطمئنم. با این وصف، با اینکه حکومت چندین بار این رو تجربه کرده که این اشتباه هست، این کار دست بدون دستاورد است، چرا باز هم تجدید نظری انجام نمیدن و دوباره به همین منوال ادامه میدن؟ گزینه دیگری نداره. آیا حکومت در پی از این هست که سرپوش بذاره؟ بله، مطمئنن. بله، برای حالا اگر سرپوش هم نباشه، برای آرام کردن ذهنیت ها و برای از اینکه نشان بده که من هم متاثر شدم و نشان بده که من هم پیگیر قضیه هستم و دنبال از این قضیه میگردم، این هیئت ها تشکیل میدن و روان میکنن در تمام موارد. حالا اتفاق قبلی هم که در قندهار افتاد، خب شما دیدین که هیئت رفت چی کرد، نتیجه از او چی شده. اتفاقات دیگه که در مناطق مختلف افغانستان افتاده، هیئت رفته و چی عمل کرده انجام داده. هیئت یک تیم متخصصی نیست. وقتی تیم متخصص نباشه، دیگه هم گزارشات است که از زیر مجموعه ها میگیرن و اونمور توحید میکنن و برای رئیس جمهوری یا شورای امنیت میدن، که خب همون گزارشات هم میشه بدون سفر به ولایات یا بدون سفر به محل هم بشه. ولی خب برای تسکین، برای غمشریکی، برای رفتن پیش خانواده از او، پیش اقوام از او، او یک بحث جدای هست که بحث جدا از این هست که حکومت با این اقتدار بیای استاد بشه که اینم هیئت روان میکنم، ولی دو هفته بعد یا یک هفته بعد نتیجه از او یک گزارش باشه که خب خیلی ساده یک
کارمند جنایی هم ممکنه او گزارش را کرده بده. آقای افشار، میخوایم آخر گفته ها را از شما بشنویم. حالا جنوب کشور رازق را از دست داده، رازقی که به قول استاد در جاهنینی بودن در مقابل ورود و دستاندازی دشمنان در به خاک کشور. با این وصف آیا در نبود جنرال رازق در جنوب کشور، جنوب کشور ناامن خواهد شد؟ من فکر میکنم که در این قسمت نمیشه که با قاطعیت صحبت کرد. به هر حال در قسمت از اینکه ناامن‌تر بشه، خب ما و شما در جریان هستیم که برادر جنرال رازق فعلا از طرف دولت به عنوان قماندان امنیه قندهار منصوب شده و ما آرزو داریم که همو توانمندی های جنرال رازق به برادرش هم انتقال یافته شده باشه و بتونه که همو درایت و همو سرسختی که ایشون در قبال دفاع از منافع ملی افغان ها داشت همو هم باز برادرش هم تبارز بده. و این یک نکته. نکته بعدی است که در لحظات آخر برنامه من انتظار دارم که دولت اگر خواسته باشه که یک سری سوی برداشت ها، یک سری سوی تفاهمات و یک سری اتهامات از در سطح مدیریتی و یک سری اتهامات کلانتر از اون برداشته بشه، یک مقدار شفافتر با مردم صحبت کنه. مردم تا کی قرار هست که از دولت بیگانه باشن؟ چرا اگر این تیم هایی که میرن برای ارزیابی بالاخره یک گزارشی دارن به دولت، چرا تا حالا ما این گزارش ها در صحنه تلویزیون بالاخره در پارلمان رسمی برای مردم گزارش داده نمیشه که ما هیئت رفت یک هفته ارزیابی های خور کرد بالاخره با یک دستاوردی برمیگرده؟ من خیلی هم باورمند به این نیستم که این هیئت ها به هیچ سرنخی دست پیدا نمی کنن. ولی چرا او سرنخ هایی که ارگان های امنیتی ما بالاخره کشف می کنن، چرا اونا برای مردم گفته نمیشه؟ چرا مردم در جریان واقعیت ها قرار نمی گیرن؟ چرا دولت پیگیری نمیشه؟ پیگیری به هر حال حداقل پیگیری یک بحث جدا. حداقل دولت باید به همین اندازه، چون از مردم رأی برده، چون بالاخره همین دولت را مردم انتخاب کردن، اینا منصوب شده یک قوم، منصوب شده دولت های خارجی علاز ظاهر نیستن دیگه، علاز ظاهر مردم اینا را انتخاب کردن. پس باید اینمی حس که در مقابل مردم باید پاسخگو باشن، در مقابل مردم باید جوابگو باشن و بین دولت و ملت بیگانگی وجود نداشته باشه، اینمی رو باید تبارز بده. دولت مردای ما، وزرای ما بالاخره به هر شکل ممکنه که هست باید اعتماد جامعه را نسبت به خود جلب کنه. سپاسگزاریم از شما مهمانان گرامی، آقای محمد داوود افشار کارشناس مسائل سیاسی و احمد کریم حقیار کارشناس مسائل سیاسی. خوش آمدید برنامه. بینندگان گرامی، این بود برنامه خبرگستر. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.